درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز باز در خدمتتون هستیم با یک برنامه تازه که در رابطه با یکی از هنرپیشه‌های ایرانی است که در جمهوری اسلامی مطرح شده. این شخص یکی از کسانی است که در قبل از انقلاب جزو افتخارات دختران ایران بود. درباره افسانه بایگان صحبت میکنیم که در سال 57 19 ساله بود. او زمانی که 15 ساله بود به تشویق مادرش در مسابقه دختر شایسته سال شرکت کرد و نفر دوم شد و در اصل یکی از دختران عاشق ایران و شکوفا شدن در دوران پهلوی دوم بود و کسی که علاقمند باشه که در مسابقه دختر شایسته سال شرکت کنه معلوم از خانواده ای که دارای پشتوانه فرهنگی است و برخوردار از پیشینه خوب و مشخصی است. اما وی در بعد از سال 57 به گونه ای حیرت آور تغییر کرد. حالا قبل از پرداختن به این ماجرا و چگونگی این تغییرات می پردازم به یک شرح حالی از زندگی افسانه بایگان که شنوندگان و بینندگان یک آشنایی کاملی از شرح زندگی افسانه بایگان پیدا کنند. افسانه بایگان تولدش 1340 در تهران هست. عموی پدرش فضل الله بایگان از پیشگامان تئاتر ایران و پدر بزرگ باباش میرزا جواد مطمئن الممالک نماینده اولین دوره مجلس شورای ملی بود. مادرش به بازیگری علاقمند بود اما به دلیل پرورش در خانواده‌ای که منضبط و سختگیر بود موفق به فعالیت در رشته بازیگری نشد. پدر بزرگ مادر افسانه بایگان مستشار دیوان عالی کشور بود و جد اعلای مادرش میرزا محمد رضا مطمئن السلطنه در دوره قاجار حاکم خراسان بود و بسیار خانواده سیاسی بودند. زمانی که افسانه 15 ساله بود به تشویق مادر در مسابقه دختر شایسته شرکت کرد و نفر دوم شد. در اون سال جلوه پالیزبان فینالیست کرمانشاهی به عنوان دختر شایسته ایران برگزیده شد و در این مراسم رسم بر این بود که دختر شایسته سال گذشته شنل مخصوص رو بر دوش دختر شایسته جدید می‌گذاشت. افسانه بایگان در 11 سالگی در فیلم کوتاهی بازی کرد و به ایفای نقش پرداخت، ولی فعالیتش در سینما و تلویزیون رو در سال 1360 با بازی در سریال مذهبی سربداران آغاز کرد. یک سال بعد نخستین نقش سینمایی شد در فیلم گمشده به کارگردانی مهدی صباح‌زاده. وی در سال 64 یکی از پرکارترین بازیگران زن سینما ایران و سوپر استار در دهه 60 تبدیل شد. وی اواخر دهه 70 تا اوایل دهه 80 چند سالی به علت شرایط کاری از سینما فاصله گرفت و چون به گفته خودش حتی فراموش شدن برای او بهتر از ماندن به هر قیمتی است. همسر افسانه بایگان مصطفی شایسته است که وی یکی از تهیه کنندگان سینما در سال 67 است. مصطفی شایسته و برادران دیگرش بعد از انقلاب دلیل اینکه پدرش بازاری بود و اینها در بازار کار می‌کردند و از بازاریان حزب اللهی بودند که پول برای خمینی می‌فرستادند. و وقتی که خمینی وارد شد بازاریان تهران و شهرستان‌ها به نون و نوایی رسیدند که سردسته اونها عسکر اولادی بود و پدر اینها یعنی آقای شایسته بزرگ به دلیل علاقه‌ای که بچه‌هاش داشتند پسراش رو به سینما معرفی کرد و اونها هم که به هر حال از کسانی بودند که خانواده‌اش به بازگشت خمینی و زندگی خمینی در غربت پول داده بودند اینها رو وارد کار سینما کردند بدون اینکه تجربه داشت
داشته باشن بدون اینکه سابقه داشته باشن. و بعد از اون هم مصطفی شایسته که متولد سال 37 هست با افسانه بایگان ازدواج کرد و بعد کار خودش رو به عنوان تهیه کننده با فیلم روز باشکوه کارگردانی کیانوش عیاری آغاز کرد و بعد با کمک به ساخت فیلم مادر در تهیه فیلم همکاری کرد با علی حاتمی و کم کم وارد سینما شد و با افسانه بایگان هم ازدواج کرد و پسری به نام امیر علی دارند. افسانه بایگان تا کنون 50 فیلم سینمایی بازی کرده، به عنوان بازیگر حضور داشته و در سریال هایی که بازی کرد بسیار سریال های زیادی رو برای تلویزیون بازی کرد. در سینما حدود 50 فیلم بازی کرد که اولیش گم شده است که گفتم مهدی صباغ‌زاده ساخته، آخریش هم فیلم نگار بوده که در سال 94 بازی کرده. افسانه بایگان 3 دفعه هم کاندید شده در جشنواره فیلم. در 24مین جشنواره فیلم کاندید شد برای بهترین بازیگر نقش اول در فیلم کافه ستاره که جایزه رو دریافت نکرد، فقط نامزد بود. در 14مین جشنواره فیلم فجر هم بهترین بازیگر نقش اول زن به نام دو فیلم با یک بلیت نامزد شده بود که باز جایزه رو دریافت نکرد. و بعدش هم در 9مین جشنواره فیلم فجرم برای فیلم خواهران غریب نامزد بود که باز هم برنده نشد. افسانه بایگان بسیار آدم متغیری است، بسیار در این اواخر خودش رو به رژیم چسبونده و حتی به کربلا رفت. در کربلایی که میرن پای پیاده، اون هم یکی از کسانی بود که رفته بود. و نکته قابل ذکر اینه که چگونه یک دختری که از یک خانواده هنرمند و کسی که دختر شایسته سال است و در اصل یک شمع سیاسی داشته، یک دفعه نوه فضل الله خان بایگان که از پیشگامان تئاتر ایران بوده و از نوادگان سرشناس سیاسی که نماینده مجلس شورای ملی بوده به جای میرسه، یک بار رنگ عوض میکنه که با چادر و چارقد و بساطی، یعنی اعتقاد داشتن به خمینی و رفتن به کربلا و صحبت کردن در تلویزیون که من به خمینی اعتقاد دارم، به هزاران رفتار و کردار ضد ایرانی دیگه که همه متعجب و حیرت انگیز نگاش میکردن. اینها آدم‌هایی هستند که متاسفانه نونو به نرخ روز می‌خورند. حالا به صحبت‌های افسانه بایگان گوش کنید. من وقتی از این سفر برگشتم، نزدیکترین دوستانم خیلی راحت جواب منو ندادن. جواب ندادن؟ نه ندادن. یعنی چی؟ و خیلی جاها دقیقاً شنیدم که با یک همچین برخوردی از خیلی جاها کنار گذاشتن، خیلی کارهایی رو که می‌خواستن بکنن، فیلمایی که می‌خواستن بدن ندادن. خیلی خیلی اتفاقات افتاد. چرا فکر کردن شما هم پیوستید به سلک ریاکاران؟ بله متاسفانه. اما من به عنوان یک انسان یا به یک معرفت رسیدم یا نرسیدم، یا دوست می‌دارم محبم یا نیستم. من نمیتونم ریا کنم. من دوست می‌دارم، من محبم، من عاشق اهل بیتم و افتخار میکنم که توی انقلاب اسلامی تو وطنم در این بره از تاریخ زندگی میکنم. دردت میاد برو فکری بکن، من دارم از حقیقت صحبت میکنم، از چیزی که بهش با تمام وجودم بتاقم. سینما به خصوص و تلویزیون حالا با این حقیقت مسلم تاریخ، این واقعه بزرگ چی کار باید بکنه؟ شماهایی که توی سینما و تلویزیون کار میکنین، همه دوستان و آشنا، زورش میرسه سینما تلویزیون؟ زورش که میرسه، ولی به شرط اینکه عشقش باشه و معرفتش باشه و خواستش در حقیقت یک اراده پشتش باشه که این اتفاق شکل بگیره. خب انسان امروزی نیازمندترینه به دانستن این میراث معنوی. یه منشور هزار وجه، هزاران وجه، هزاران وجه، از هر سایدش سمتش که نگاه بکنی، شما میگم یک تابلوی جدیدی میبینی با یک عالمه معرفت، می نهایت معرفت، چون می نهایتن دیگه، وصل شدن به سرچشمه ازلی، می نهایتن، می نهایت ازش برداریم. ما از این سرچشمه واقعا چقدر برداریم؟ صحبتاشو شنیدید. دقیقا آدم وقتی که این چیزها رو میبینه، این رفتار رو میبینه، این کردار رو میبینه، نمیدونه چی بگه.
رژیمی که به این شکل زندگی رو از جهنمم بدتر کرده، آدمهایی که دارای پشتوانه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بودند چگونه در اینها حل میشن و به مردمشون پشت میکنن و برای رسیدن نامی و نون و نوایی مردم رو میبینند که در زجر و بدبختی هستند و هیچ کاری نمیکنند، حتی با رژیم همراهی میکنند، با اونها همساز میشند و هیچ توجه ندارند که هنرمند در وهله اول باید برای مردمش کار کنه، باید مدافع مردمش باشه، با قدرت‌ها و کسانی که سردمدار هستند اگر ظلم میکنند به مردم با اونها سرشاخ بشه، از مردم دفاع کنه، که متاسفانه در رژیم جمهوری اسلامی هنرمندان فر شاید انگوش شمار باشند، بقیه همه یا سکوت کردند یا اینکه در خدمت سیاست‌های هنری رژیم جمهوری اسلامی در آمدند. اینها رو گفتم که بدانیم فرق یک هنرمند واقعی با هنرمندی که خود فروخته است و خودش رو به خاطر پول و برای هر چیز دیگری میفروشه، باید فرق اونها رو مردم بدانند و ارزش قائل بشن برای هنرمندان واقعی خودشون. با سپاس از شما که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. اگر نظر و یا پیشنهادی داشتید لطفاً در قسمت کامنت ها بنویسید و اگر لطف کنید ما رو لایک کنید، شیر کنید و اگر دوست داشتید عضو بشید در کانال تصویر پارسه. با سپاس. بریم. چقدر جالب، حالا یه جرای دیگه هم بریم. بریم. عکسایی از اون روز هست، اون روز بعد از او یک مقداری که رفتیم ما دیدیم ما رو نگه میدارن، ایست بازرسی، ایست بازرسی، ایست بازرسی، یک دو سه میرن جواب میدن، نه دو مرتبه برمیگردن. یه جایی خیلی طولانی شد که عکساش هست، ظاهرا فیلمهاش هم هست، که بگه ما پیاده شدیم، همه هرکی توی بیابون گروه گروه تنها به سمتی رفتن، توی حال احوالی بودن. یه گروه دیگه پیاده شدن که گروه با خودشون دمام داشتن و شروع کردن نواختن دوال. شما فکر کنون تمپوه داره چی میشه درون. خورشید داشت غروب میکرد، واقعا فراموش نشدن یه تون بیابون. و بعد ما دیگه آرماروم سوار شدیم، یه کمی جلوتر نگه همون داشتن، طولانی طولانی. اولی شدم خب دیگه تو تسلیمی و بشین حرف نزن، این راه رضاست و اینا. آروم دیم نه نمیشه، یه جوریه، موبایلا رو ببرین زیر چادرها، نور بیرون نیاد. پرسیدم چی شده؟ چیزی نشده، ایست بازرسی طبیعیه دیگه، میریم. رفتیم، حالا عرض میکنم رفتیم و رسیدیم به کربلا و هیچ که به ما هیچی نگفت که این همه ساعت برای چی اونجا معطل موندیم. این نوحه ها رو گوشمون و همه حال احوالی واقعا داشت. رسیدیم به کربلا و زیارت و اینا که حالا اون مراحل دیگه یه. در سفر مراجعت از نجف با پروازی که ما می اومدیم تهران، کپتن اون پرواز گفتش که دوست دارین بیاین که لندینگ رو ببینین و از اینجا فضا رو. گفتم بله خیلی خوب. رفتیم و نشستیم و یه خود صحبت کردن و اینا رو ما نشوندن رادارا و اینا رو. سمت چپشون یه راداری بود، گفتن اینجا رو میبینین؟ گفتم بله. گفتن اینجا یه منطقه ایه از نجف به کربلا، جاده استراتژیه. گفتم بله. گفتم شما میشنسی؟ گفتن نه حالا بفرمایین شما. گفتم ما از بالا این جاده رد نمیشیم. چرا؟ چون اونجا داعشه. آها، تازه اونجا متوجه کجا؟ کجا بودیم ما؟ خب نمیگفتن که نترسیم، نمیگفتن که نترسیم. و منم در تمام یک سال گذشته راجع به این موضوع صحبت نکردم، به خاطر اینکه عزیزانی که میرن نترسن.